سوال بسیار شایع این هست که آیا هر درد زانو آرتروز هست یا نه؟ همینجا در ابتدای کار دردای زانوی بچه ها و نوجوانان رو با دردای زانوی بزرگسالان جدا کنیم و بحث ما امروز فقط در مورد بزرگسالان خواهد بود. درد زانوی بچه ها مقوله دیگری است که نیازی به یه جلسه دیگری خواهد داشت. در بزرگسالان نباید هر دردی رو منسوب به آرتروز بکنیم. اولین کار گرفتن شرح حال دقیق و معاینه دقیق بیمار است. آیا این درد زانو یک طرف است یا دو طرفه؟ معمولاً توی آرتروز دو طرف هستش. البته یکی اول خودش نشون میده، دیگری بعداً برای تو معاینه هر دو رو ما پیدا میکنیم. سوال میکنن که چرا اینطوره؟ خب مگه همه دندون ها با هم پوسیدگی پیدا میکنن؟ یا دو تا چشم با هم آب مروارید میاد؟ این دلیلی نداره به تدریج. دومین مسئله اینه که آیا این حاد یا مزمن؟ اگر اینی که یک زانو اخیراً دچار این درد شده و به دنبال حادثه‌ای بوده، مسئله بسیار مهمه به خصوص در جوانان. درد زانو میتونه به علت پارگی ACL باشه، آسیب منیسک باشه، آسیب غضروف باشه و این بیمار خودش میگه که به تازگی بعد از یه حادثه‌ای که حالا یادشه یا نیست ایجاد میشه و تو جوانها حتما نیاز به بررسی کامل و MRI داره که اگر جراحی آرتروسکوپی زودی بخواد انجام بشه که در سالهای بعد و سالمندی غضروف رو خراب نکنه که دچار آرتروز بشه. اگر دو طرفه هست و تازه ایجاد شده و التهاب داره، گرمی داره، باید به انواع عفونت ها هم فکر کرد. خیلی از عفونت های جاهای دیگه بدن میتونن از طریق خون میکروباش وارد زانو بشن، حالا یه زانو یا دو زانو، و با آزمایش و معاینه دقیق باید زودتر بهش پی بود. بعضی هاشون با آنتیبیوتیک های بسیار خوبی که اخیراً پیدا شده میتونن خوب بشن اگر زود اقدام کنید، و الا غالبا به جراحی میکشه و درد سر آفریده. ضایعات غضروفی، صدماتی که به غضروف ها خورده، بیماری هایی که غضروف ها پیدا میکنن، کندگی های غضروف و مسائل دیگه. گاهی وقتا بیماری های عمومی مثل انواع روماتیسم ها و یا نقرس و یا بیماری های شیمیایی دیگه بدن یا متابولیکی میتونن درد زانو بدن که باید همش بررسی بشه و با یه معاینه دقیق و مطالعات پاراکلینیک صحیح بهش پی ببریم. و بدونیم که آرتروز زانو معمولا تو افرادی که چاق هستن، پله یا ایستادن زیاد تو کاراشون و زندگی بوده، ورزش صحیح نکردن، زندگی سالمی نداشتن، عضلاتشون ضعیف شده، تحلیل رفته و مسائل کمکی دیگه مهم. نکته دیگه اینه که مریضی که میاد درد زانو داره حتما بررسیش کنیم، معاینش کنیم، ببینیم که این یک ریفرال پین نباشه. یعنی چی؟ یعنی مریض میاد بدون اینکه خودش بدونه تنگی کانال نخاعی داره، دیسک داره، ضایعه روی سیاتیکش هست. خب این درد رو ممکنه تو زانو حس بکنه. با یه معاینه دقیق آرتروز زانو میشه اینا رو رول آوت کرد، کنار گذاشت و فهمید که باید اول بره اونو درمان کنه. ضایعات کف پا، مچ پا، انحرافاتی که زوایای ران و ساق دارن
زانوی پرانتزی هست نیست و مسائل جنبی دیگه، همه اینا درد زانو میدن. همه اینا آرتروز نیستش. آرتروز وقتی قلمداد میشه که در اثر عوامل دیگه غضروف از بین بره و به 4 مرحله میدونید که تقسیمش میکنید. گریدای 1 و 2ش به راحتی قابل درمان هست، ولی وقتی که بالاتر میره کار بسیار مشکل میشه. مسئله دیگه انواع و اقسام تندینوپاتی ها و تورم تاندونای اطراف زانو هست. شخصی ورزش خاصی رو مدام تکرار میکنه و همون یک حرکت رو زیاد انجام میده. تاندون ها که انتهای عضله هستن که به استخوان های اطراف زانو میچسبن و کمک به خم کردن زانوها میشن و راست کردن، دچار التهاب میشن. این یک تندینایتیس و بسیار دردناک میتونه باشه. مریض باید استراحت کنه و رایس رو انجام بده. رایس که همون پرنج هستش، رایس آرش یعنی رست استراحت، آیش یعنی آیس، سیش یعنی کامپرشن که باند کشی زانوبندی اینو فشرده کنی و ایش الیویشن یعنی بالا باشه، زیر موچ پا و ساق پاشه بالش بذاره. قالب اینها که به صورت حاد ایجاد شده با یک رایس ساده بهبودی پیدا میکنه. همراهش میتونیم از انسیت ها استفاده کنیم، تیپ ناپروکسن، بروفن، از این حرفا، و درد بیمار رو ساکت میکنه. و پیگیری این علل مختلفی که عرض کردم میتونه که درد زانو رو درست تشخیص بدیم و درست درمان بکنیم و مسائل بدقیمی ها که در ساینوویوم یا مخاط ممکنه خیلی مشکل باشه تشخیصش، در غضروف و در استخوان اطراف زانو همه اینها هستش. در سالمندان انواع و اقسام ضربه ها، شکستگی های کوچیک حتی میتونه تشخیص رو مشکل بکنه، ولی باید پیگیر بود، درست مراقب بود که چیزی اشتباه نشه. به صرف این که اگه زانوش درد بکنه، درمان آرتروز زانو که خوب شایع تر هستش رو پیگیری بکنیم کار صحیحی نیستش. اگر سوالی هستش بفرمایید. دکتر خیلی ممنون. یک سوالی داشتم، حالا نمیدونم تا چه حد درست هستش یا نه. دکتر میرعارفین یه مقداری پرانتزی بود باهاشون و گفت خیلی زیاده من کوهنوردی میرم، ولی خب یه خورده پرانتزی پاشون زیاد بود. من گفتم که دکتر حالا با توجه اینکه سنت یه کوچولو بالا رفته، ببینیم یه دونه عکس رادیولوژی انجام بدیم. تا حالا که این انجام ندادی ببینیم اوضاعش چطوریه. آیا این فکر که الان یه دونه عکس انجام بدیم وضعیت رو بفهمیم، حداقل یه جوری چند زانوها آیا واقعا کار درستی هست یا نه اشعه نخوردن خیلی بهتر هستش؟ نظر چی دکتر؟ علت این که بعضی ها زانوی پرانتزی دارن ولی درد و مشکلی ندارن، دو چیز حداقل هست. یکی وزن زیادی ندارن، دوم از این مهمتر اینه که عضلات قوی دارن. خب کسی که همیشه کوهنوردی میکرده، ورزش میکرده، عضله 4 سر ران قوی داره، همسترینگای پشت رانش قوی هست، خب این فقط علامتی پیدا نمیکنه. ممکنه زانوی پرانتزی شدیدی هم داشته باشه. حالا شما یه عکس هم بگیرین، یه خورده در داخل زانوش علائمی به نفع شروع آرتروز هم دیده باشه، ولی مریض دردی نداره. ما هرگز نمیایم عکس مریض رو در ارتوپدی درمان کنیم. یه اصطلاحی همیشه تو ارتوپدی میگن ما عکس رو درمان نمی کنیم، ما مریض رو درمان میکنیم. اگر مریضی درد نداره، داره راه میره، سنش هم دیگه از میدل ایج گذشته، ما چیکار داریم که بیایم زانوی اینو دست بزنیم، عمل کنیم
استخوان‌هاشو ببریم، زانوشو صاف کنیم، از پرانتزی دریم. تازه اون موقع برعکس، تازه درداش شروع خواهد شد و مکافات شروع میشه. ولی نه، در یه جوون که حالا سن رشد استخوانیش تموم شده، که دیگه خاطرمون جمع به صفحه رشد استخوانیش آسیب نمیزنیم، اگر قصد اینه که این میخواد ورزشکار بشه، کارهای خاصی بکنه، بد نیست توسط همکارانی که فوق تخصص جراحی زانو دارن مطالعه بشه، که به صرف این هستش که بریم عکس بگیریم، عکسای سه تا مفصلی بگیریم که مفاصل لگن و زانو و مچ پا رو در عکس روبرو و نیمرخ نشون بده، که اینو عمل کنیم، زانوشو صاف بکنیم و این نیروها به طور یکسان وارد بشن. بحث این دامنش وسیع هستش. آیا اینی که برای افرادی که سن بالاتری دارن برای پیشگیری استفاده از زانوبند یا کفش طبی لازمه یا نه؟ به نظرم میرسه که نه. اینها به خصوص زانوبند ممکنه عضلات اینا رو ضعیف کنه، راه رفتن و کوه رفتنشون رو مختل کنه، خودشون هم یه چند روز استفاده میکنن بعد میذارن کنار. بنابراین اگر مریضی تورم نداره، درد نداره، دامنه حرکتی مفصلش خوبه و مشکلی نداره، ما چرا اصلا در ذهن اینو بیدار کنیم که تو داری آرتروز زانو میگیری و کاری به کارش نداشته باشیم؟ در سنین بالاتر خیلی بهتره. ولی خب داستان بچه ها و نوجوانا که میشه با وسایل کمکی ارتوپدی اینها رو بهبود کرد، بهبودی بخشید، خیلی با اینا فرق میکنه، اون جای صحبت بیشتری داره. دکتر خیلی ممنون از توضیحات کاملتون، خیلی عالی.